یه شبکه ناتو داشت، گوش کنه، تو ایتالیا بعد از چند دهه لو، این مال ما نیست، به پیر به پیغمبر مال ما نیست، شبکه گلادیو، برید سرچ کنید راجع به این خورده مطالعه کنید. شبکه گلادیو توی ایتالیا کارش این بود که میرفت کارهای خشونت آمیز انجام میداد که مردم فکر میکردن این کار کیاس کمونیستا، چون موقع دعوا دعوای کمونیستا و سرمایه‌دارا بود دیگه، کاپیتالیستا، این بعد کمونیست مارکسیسم بود و کاپیتالیسم لیبرالیسم بود، یه بلوک غرب کل دنیا رو هم نصف کرده بودن و بلوک شرق. آلمان نصفش با بلوک شرق اداره میشد، نصفش با بلوک غرب. آلمان شرقی، آلمان غربی، دیوار برلین، کره شمالی جنوبی، کوبا شرقی بود، بیخ گوش آمریکا، این مدلی بود. اروپای شرقی، این استان، مجارستان، لهستان، ها، این شکلی بود دنیا. اینا توی ایتالیا برای اینکه کمونیسم قدرت نگیره، اینا یاد داشته باشید، کمونیسم برای اینکه قدرت نگیره چیکار می‌کردن؟ می اومدن کار خشونت آمیز انجام میدادن. وقتی یه قاضی اتفاقی این شبکه رو پیدا میکنه، بعد این شبکه رو میگیره همجه پیدا میکنه، میبینه اینا چند ده هزار نفر آدم کشتن، همینو به اسم کیا تمام میشد؟ کمونیستا. و این باعث شد مردم آمریکا از کمونیست بیزار بشن، سمت بلوک شرق نیفتن. تو فکر کنی اونجا میتونستن اینجا چلاغن؟ کاری داشت اول انقلاب، اصلا همه انقلابی بودن، تو باید ظاهر تو انقلابی نشون میدادی. با ما الان ما داریم از آدمایی که من نخواستم وارد اینا وارد بحث بشم، فکر نکنیم من راجع فراماسونی و شبکه های نفوذ خارج از کشور بلد بودم حرف بزنم، داخل اومدیم یا لال شدیم. اینا که دم دستره، اینا که زندن یه دیش، اینا که خاطراتشون هست، اینا که کتاباش هست، اسناد لانه جاسوسی هست، اسناد ساواک هست، نه معلومه کیا بودن، کدوم آقای بود قبل از انقلاب با ساواک کار میکرد، با اداره دوم ساواک، اطلاعات خارجی ساواک کار میکرد، بعد از انقلاب نماینده مجلس شد. یه دی پس بدونید این رفتارهای یه نفر 180 درجه، آقا یه آدم تغییر مبانی میده، به یک شب یارو اینوری بود اینوری میشد، نه مأموریتش تمام شده بود عزیز من. این مأمور بود کارهایی کنه مردم از ریشوها حالشون به هم بخوره، مردم کاری بکنه از بسیجی ها حالشون به هم بخوره. چرا؟ چون همین بسیجی ها رفته بودن خون داده بودن برای مردم. خیلی واضحه، مثلا توی قتل داریوش فروهر، اینا دو روز قبلش مجید شریف رو میزنن، صدا از کسی در نیومده. مجید شریف که توی بنیاد حفظ و نشر آثار شریعتی کار میکنه، از منافقین جدا شده اومده ایران، این اگه توی ایران سالم باشه، این پالس رو به منافقین میفرسته که بقیه منافقا اگه اسلحه رو بذارید کنار، توبه کنید، کسی باهاتون کاری نداره. این چند تا از کتابای روژه گارودی رو ترجمه کرد. روژه گارودی اندیشمند فرانسوی ضد صهیونیسته، کتاب علیه اسرائیل به فارسی این آدم ترجمه کرده. اینو میگیرم میبرم میکشنش. دو روز بعد همون گروه داریوش فروهر رو میکشن. داریوش فروهر که جز مخالفین سیاسی انقلاب و نظام بود که هیچ اثری نداشت، به خدا اگه تو خیابون را میرفت کسی میشناختش، نه تلگرامی بود بگی صفحه داشته باشه، نه اینستاگرامی بود، هیچی. نامه نوشته به دخترش، دیگه دخترش و پسرش دیگه فرانسه، که بابا من انگشت شست پامو به خاطر بیماری قندم میخوان قطع بکنن، دیگه نمیخوام، من تا 6 ماه سالگی میمیرم، میخوام بیام فرانسه بمیرم. گزارشای اون موقع هستش تو جلسه با ابراهیم یزدی، نتونست ادرار خودش کنترل کنه، ادرار کرده بود صندلی، خیلی خجالت کشیده بوده. این آدم زدن میخواسته، خب حالا میخواستی بکشیش، عادی میکشتیش، توی تصادف میکشتیش، دیگه نمیدونم گاز گرفتگی چه برم چیزایی که میشه، یه نفرو کش بی سر صدا کشت. رفتن تو خونه تیکه تیکش کردن، زنش تیکه تیکه کردن که مثل بمب سر و صدا کنه عمدن. ببین اینا توسط کی انجام شد؟ شبکه نفوذ. این جمله رهبر انقلابه که این کار اسرائیلی بود. اگه حرف دارید برید به رهبری بگید، چون بعضی ناراحت هم گفتن این حرفا. اینا همون کسان که اول انقلاب پدر مردم رو در بردن، الان 180 درجه چرخیدن. مگه بشناسید اینا کیا؟ بابا تو فکر کن دختر بد حجاب اینا میدیدن پونس میکرده تو پیشونه دختره، بهش میگفتن اکبر پونس، اکبر گنجی. الان وجود امام زمان رو منکر میشه تو وی او ای مصاحبه کرده با رفیقاش هستن. همین مخمل بف میدید چی کار کرد با امثال ناصر ملک مطیع و اینا رو خونه نشین کرد، فردین این خونه نشین کرد خدا شاهده. بعد رفت اون طرف مستند ساخت، نمیدونم عصاهای رهبری، نمیدونم پیپ های رهب، کلکسیون پیپ، عصا، اسب، نمیدونم دریوری هایی که داده اونوریا در اومد، گفتن بابا دیگه چرت و پرت نگو دیگه، فکر این عادیه؟ نه آقا مأموری. مردم بدونن یک عده در داخل مأمور این بودن مردم بیزار شن از انقلاب، مأمور بودن مردم خفه کنن، مأمور بودن یه کاری کنن مردم دیوونه شن، بگن با این چه اسلامیه؟